الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أول ترزهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مطال را سپاس هستیم و تشکر می کنیم که در یکی از برنامه های تربیتی ما و شما را توفیق انایت فرمود موضوعی که امروز می خواهیم رویش بحث بکنیم در مورد یک موضوع خیلی مهم و یک موضوعی که اکثریت جوان ها آغشته به او موضوع یا به او مشکل و او بیماری هستند روی موضوع صحبت خود کرده آیا بیماری عشق قابل علاج هست یا خیر؟ ای وابستگی و یا محبت با چیزی یا عشق یک چیزی اگر به هسته دل را بیابه گاه اوقات صاحب او دل یا کسی که او دل را داره و قلب را داره مالکیت قلب خود را از دست میده تسلطت كي بالاي قلب خود داشته بشو از دست ميده و يگ نه و بمريحه حتى گاه اوقات به حد انسان را ميرسونه كي اگر انسان وابسته يک چيز شوه بالاخص وابسته يک مخلوق ضعيف شوه حتى گاه اوقات سرزنشي كي يا ملامتي كي از جانب او شخص بالاي یا توسط کسی دیگه سرزنش میشه ی سرزنشم برش زیبا می باشه دقیق شد ان شاء اما سرزنش خوشش میاد. از او بدی که از او آدرس به می رسه از او خوش میاد چون درد از جانب محبوبش هست ولی یک چیز را در ابتدا ما یادوار میشم که بارها در اکثریت سخنرانی ها هم یادواری کردیم که به چیز غیر از خدا وابسته این به این معنا نیست که ما با کسی محبت نداشته باشیم کسی را دوست نداشته باشیم یک مسلمان را دوست نداشته باشیم به با این معنا نیست اگر این محبت یا ای عشق به درجه افراد برسه انسان به با حالت وابستگی میرسه ای که به حالت وابستگی رسید ای گویا به او چسبیده هست خود را از او جدا کرده نمیتونه تمام غم و همش امومی باشه انسان هایی که وابسته باشن از زندگی لذت برده نمیتانه. و کسایی که وابسته باشن به مخلوق یعنی به غیر خدا وابسته باشن اونها ای تو فکر میکنه که وابسته چیزی که شدن گویا فکر میکنه که جزی از وجودشان هست ای چیزهایی که تو یا ما یا کسی دیگر یعنی به غیر خدا ما وابسته میشیم به یک مخلوق وابسته میشیم چون ما او را جزء خود فرض کردیم وقتی که اونا رفت تور فکر میکنیم تور کمیر احساس میکنیم گویا جزی از وجود ما رفته باشه وقتی جزی از وجود انسان رفت انسان درد احساس میکنه جزء از وجودتون ناخونت دستتو، دستت و پایت یا یک بالاخره کوچکترین ناخونت ای که بره و این جزءت رفته درد احساس میکنه پس به اون خاطر چرا ما وابسته نشیم به خاطر از اینکه همه چیزها به غیر الله مطال در حال رفتن هستن و میرن کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام هر چیزی که در روی زمین میبینیم فانی شونده هست از دنیا میره تو که وابسته به او شوی او کرفت گوی خودت رفتی گویا جزی از وجودت رفت پس ای تو انسان ها از زندگی لذت برده نمیتانند وقتی که تو یک درد وجود داره که اکثریت جوان ها به تو درد مبتلا هستند آیا راه علاج هم وجود داره؟ بله به خاطر از که ما قبلا هم در یک درس یاداوری کرده بودیم رسول ما صلی اللہ وسلم می الله علیه و سلم الله متعال هر درد را که روان کرده به خاطرش یک درمان را هم فرستاده در درس روزهای اول دوم فکر کنم یادآوری کردیم موضوع برای هر درد یک درمانی وجود داره راه نجات از این وابستگی و از عشق های شهوانی نجات ای با در. بس. و مزخرف راه نجاتش چی است این بستگی به پیمودن دورا داره که دورا را ما بپیماییم اگه کسای تلفنش سکوت شده خوب وابستگی به این داره که ما دو مسیر را بپیماییم به دو مسیر حرکت بکنیم دو راه را تعقیب بکنیم اول یکی خوب دقیق باشه اول قطع و ریشه ای که تو رو به این چیز وابسته میسازه سازه به این مرضی آغشته می سازه ریشه از ابتدا قطع بکن این نگذار که سر بیرون بکنه به اصطلاح ما و شما در نطفه خونسایش بساز به خاطر ازی اگر یک دفعه نمو کردی باز سر بردن از از بین بردن از خیلی سخت تمام میشه چون که انسان از از این حد که گذشت به درجه افراط رسید بازی وابسته میشه باز نمیتونه آسان ترک کرده باز تمام غم و همش تمام زیبایی ها رو در او میبینه و ای اولین راهش هست دومین راهی که اگر کسی به تو مرض مبتلا باشه برکندنش پیش از که تمام دل را بگیره اول خوب باید سرش بریده شه و در ابتدا از ریشه خونسا که اصلا به وجودت نیا اجگاهی اگر این ممکن نیست راه دومیشی است اگر در راهت نفوذ کرده در راه دلت نفوذ کرده, کرده در دل داخل شده و رو به وابسته شدن است بکنش که بازور نه بیخت خودت کنده میشه در غیر صورت ریشه خودت از بین میره بالاخره تمام اساس و تهداب دیانت تو در از بین میره و بالاخره تو یک انسانی به اصطلاح روانی معرفی میشه در بین دوستان نسخه پیشگیری چی هست که امور راه کار اولی که من براتون گفتم که پیمودن او راهی که باید از ریشه خونسا شود اولین راهش چی است این هم دو راه کار داره اول که او روز هم یادوری کردیم چشم فروهشتن یا چشم را پایین کردن به این معنی است که تو ریشه یک کار را خونسا می سازی خاطر که تو چشمت در کنترل خودت هست با و اسلام و سویچ چشمت که چی باید ببینه و چی باید نبینه به با دست خودت میه این آغاز کار هست آغازش امی است که این را را بند بکن او روز یادوری کردیم که در ایچه ها... های, معصیت و گناه یک چشم هست حالا چشم را فرو خواباندن و این پایین انداختن چی فوایده داره؟ چون این همون موضوعی است که ما گفتم دو را باید پیموده شوه اول که ریشه قطع شوه در ریشه که قطع شوه اول چی کار انجام بدیم؟ اول که چشم های خود را فرو بیاندازه قل للمؤمنین این من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهم فوایدی از چی است که ما وقتی که چشم خود را فرو بیاندازیم ما ترس خدا نسبت به بي... یک به تو چیزها در دل ما وجود داشته باشه و ما امید توانایی را داشته باشیم که ما چشم خود رو فرو بیندازیم فوایدش نفع و فایدهش در نهایت به ما چی میرسه اولی که فرمانبرداری از دستور الله متعال از اینکه در بزرگ خوشبختی خود دیگه وجود نداره که یک انسانی از الله خود فرمانبرداری میکنه او روز گفتم که در بعض موارد در عبادت که امر شدیم با یک سیغه مرد و زن امر شده که مرد و زن این کار رو انجام بدن مرد و زن از این کار دور بکنن ولجايي كه چشم مه مسئله چشم مه رقص نقيب به جايي كه مسئله چشم مه 11 و جاي مرد جدا مخاطب ميشه و زن هم جدا مخاطب ميشه اينك قل المؤمنين يغض من ابصارهم وكل المؤمنات يضدن من ابصارهن اي مؤمنين اي مرد مؤمن و اي زن هاي مؤمنه چشمايتان را ديتو مواقع پايين بيندازن چون اگر اين پايين انداخته تو موفق هستی تو سرفراز استي. تو کسی هستی که از دستور الله تو فرمان برداری کردی و این راه خوشبختی و سعادت هست پس اولین فایده ای که تو چشم تفروم اندازی ای به این معناه هست که تو از الله فرمان برداری میکنی الله از تو کرده از موجود ضعیف کرده بر تو ارزشمند هست الله ایتا دوست داره دومین فایده ایش از ورود تأثیرات زهراغین که در قلبت مانند زهر وارد میشه توسط از چشم جلوگیری میشه که او تاثیرات زهراگینی که دید چشم نسبت به یک چیز حرام داره که یک چیز رو میبینه تاثیراتش تو خود به خود خونسا میسازه توسط خودت خونسا میشه اونی است که چشمت پایین بیاندازه دیگه فایده ای که از فرو انداختن چشم به وجود میایی هست که قلب با خدا انس میگیره قلب که با خدا انس گرفته باشه معلق و وابسته به با خدا باشه قلب غمگین نمیشه و قلب در بین ناامنه ها خودش در امنیت کامل بسر میبره و قلب در بطن و در شکم غم ها خود را آرام احساس میکنه چرا که وابسته به یک ذات قوی هست که اصلا خودش هیچگاه خود شخص هیچگاه احساس نمی نمیکنه چون در پهلوی که استاده هست محبتی که در قلبش هست غمگین نمیشه به گپای عادی به حرکات عادی به سکنات و گفتارهای عادی با این مشکلات ناچیز چیز دنیا و غمگین نمیشه چون سخت و بسته به پروردگار هست گاه اوقات ما خود را خود ما قوی نیست ما کسی دیگه قوی در پهلوی ماست با خاطر خود احساس خود ما احساس قوت میکنیم وقت و زمانی که یک ذات قدرتمند که فوق همه قدرت ها است که قدرتش در تصور ما تو نمیگنجه کی در کنارت باشه تو چی احساس خاطر کردی قوت تو به چی حد خاط بود چه قدر قوی خاط بودی ما که بثنین الله ثالثهما در مغار که پیامبر با ابو بکر داخل میشه ابو بکر احساس ترس میکنه که جو دشمن پشت ما نایل ما ظنو که بفنین الله ثالث ما در مورد او دو شخص تو ايه ابو بکر چی گمان داره که سیومش الله باشه در مورد او شخصی که چی گمان داره که تنها هست در کنارش الله هست گاهی وقت ما میگم نه میگم ما هیچ کسی جز الله ندارم خیلی جالب است دیگه ما هیچ کسی جز الله ندارم خیلی دیگه چی داشته باشه تو دیگه چی میخوای دیگه سرمایه تو چی است از این بیشتر سرمایه وجود داره خود ما با اعتراف میکنیم که من جز سرمایه هیچ چیز ندارم نه قدرت نه ثروت نه پول نه فلان یک خدا جز خدا هیچ کسی نداره و بزرگترین چیز را داره قدرتمندترین ذات در کنارت هست پس وقتی که ما چشم خود را فرو میاندازیم قلب ما با الله انس میگیره به الله نزدیک میشه احساس آرامش میکنیم احس... در عبادت خود از عبادت لذت میبریم دیگه فایده ای که ما چشم را فرو بیاندازیم چی هست قلب آدم قوی میشه و مسرور می باشه قلب قوی می باشه قلب های قوی کارهای قوی را انجام میدن ضعیف نمی باشن سست نمی باشن تنبل و کسل نمی در غیر صورت اگر قلب یک جا استقامت نداشته باشه قوی نباشه این قلب پراگنده هست قلب پراگنده مسیرهای پراگنده را تعقیب میکنه از قلب پراگنده برنامه های پراگنده تولید میشه مسیر پراگنده را تعقیب میکنه و کسی که به خدا وابسته هست او مسیرش معلوم است در هر مسیر فقط یک آدرس رو تعقیب میکنه که رسیدن به الله متعال و از او که دوست بالاتر دیگه پیدا نمیشه اگر میخوایم قلب ما قوی چشم فرو بیاندازیم خیلی قویه آله الحمدلله در بازاری که ما زندگی میکنیم در این شهری که ما تو زندگی میکنیم الحمدلله به او اندازه جایی نیست که طرف حرام ببینی اما از این موبایل ها متوجه موبایل باشه این چیزی که در دستت است تمام بدی ها در داخلش هست و میشه که به خوبی ها هم تبدیل شود دیگه از فوایدی که قلب چشم را پایین بیندازم چی هست؟ قلبی تو انسان ها نورانی هست روشن هست احساس روشنی میکنه در عمق تارکی ها ای در مسیر اشتباه نمیره شما اگر این خان... آیه ها را خوانده باشین قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن يا ايه هاي سي و سي يك است بعد از ادامه ای ایه در یک جای میفرمایا ایه 35 شاید آية باشه الله نور السماوات والارض و کس نورانیت خدا را در یک جای درک میکنه که چشم خود فرو به اندازه بعد از این إيه مساله ذکر شده که الله نور السماوات والارض الله متعال نور آسمان ها و زمین است چون اگر و انسانی که چشم خود را فرو می اندازه اون نورانیت در قلبش وجود داره او هر چیز را در هر مسیر تاریخ قرار داشته باشه او چیز روشن میبینه مسیر رو اشتباه نمیکنه چون اون یک نورانیت در درون وجود داره که توسط اون نورانیت در حرکت است دیگه از فواید فرو انداختن چشم ای هست که فراست و ز... زیرکی نصیب انسان میشه کسی که چشم خود فرو می یه انسان هوشیار می اون انسان زیرک می باشه. این فراست می داشته باشه تفکیک کننده بون... بین حق و باطل می باشه ذهنش خیلی فعال می باشه حتی چیزی زودتر نسبت به دیگران میفهمه میتونه که یک مسئله را نسبت به یک شخص دیگه زودتر بفهمه میتونه که حق و باطل را زودتر درک کنه که حق است باطل هست اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله از فراست مؤمن بترسن بخاطر که به نور خدا نظر میکنه توسط نور خدا میبینه پس این از فواید چشم هست فرو انداختن چشم هست که قلب انسان قوی میشه نورانی میشه و فراست و زیرکی نصیب انسان میشه دیگه از فواید فرو انداختن چشم ای هست که قلب ایتو انسان ها با می باشه در همه مقط زندگی خود در هر مسیری که باشه استقامت می داشته باشه ضعیف نمیشه متزلزل نمیشه خود را در بنبست احساس نمیکنه گویا ما در بنبست هستم در یک سختی قرار دارم در هر مسیر به هر اندازه که مشکلات بیه پشتی ای در اون موقعیت قوی می باشه ای تو نمیشه که زود ضعیف شود چون چشم خود فرو انداختن خود را قوی کرده ورزش کرده بالاخره یک ورزش قبلا انجام داد که حال توانایی تحمل خیلی دردها را داره دیگه از فواید فرو انداختن هست که راه ورود شیطان به قلب بسته میشه راه ورود شیطان به قلب بسته میشه این راه ورود شیطان را که به قلب بسته کردم خب قلب پادشاه جسم و جسد ما تو هست او که و قوی بود تمام اعضای قوی هست او بر برنامه میریزه تو در هر مقطعی از زندگی احساس قوت میکنه چون راه ورود شیطان را و راه ورود پیروان شیطان را در قلبت تو بسته کردی نمیخوای اجازه نمیدی برای کسی که اجازه در داخل شود یک صحیح ممنوعه داری برای قلبت اجازه نیست که کس داخل شود قرم قلب را درش برای هر کس باز نکنه که هر کس داخل شوه هر کس لیاقت از نداره که در قلب تو داخل شوه حالا باز میم در موردی که محبت خدا و عشق چه گپ باز میم سرش گپ میزنیم که درس میفهمم که بعضی کسا در ذهنشان گاهی سوال های ایجاد میشه صحبت میکنیم ان الله و دیگه فرو انداختن چشم چی فایده ای داره باعث میشه که انسان به مصالح و منافع خود می اندیشه کسی که چشم خود فرو بی اندازه خود دیگه وابسته به کس نیست ای پراگنده نیست این مسیر زی گدوت نیست مسیر اشتباه نمیره این انسان فقط در منافع خود منافع دنیا و آخرت خود فکر میکنه چون وابسته نیست پراگنده نیست ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و امره فرطا ازو کسایی پر فرمان برداری نکنن که ما قلبشان را از یاد خود غافل کرده ما اونها را از یاد خود غافل کردیم از اونها پیروی نکنیم اونها به مصالح دنیا و آخرت خود نمی اندیشه اونها به نفع ضرر دنیای خود آخرت خود فکر نمی کنه که یه چیز برای ما داره و یه چیز برای من نفع داره فقط اما یک چیز را دیده تمام غم همش هم یک چیز هست رسیدن به مو یک چیز هست شما را ما اسب دیدین شما اسب است یا کدام چیز دیگه پیش روی میشه چیز را میگذاره کدام طرف دیگر نبینه ما هم گاهی اوقات می میکنیم خود ما برای خود یک چیز نصب میکنیم دیگه طرفه نبینه کاش برای حرامی چیز را نصب که نبینه او روز گفتم یادواری کردم که نظر اول یا دید اول در فایده تو است و نظر دوم چنین نیست نظر دوم حلاکت می سازه نظر دوم تمام خوبه های زندگی را ازت میگیره. و دیگه از فواید فرو انداختن چشم ای هست که ایر باید داشته باشن که میان چشم و قلب یک دریچه باز هست هر وقت نگذارن که این دریچه ها باز و بسته شوه گاهی اوقات باید باز گاهی اوقات باید بسته باشه ولی تو که بخاطر ازی اگر چشم فاسد شد باعث میشه شاید قلبتون هم فاسد بکنه چون به او یک نوع رب داره اگر قلب فاسد شد چشمت فاسد شود. متوجه باشن که اینها با هم نزدیکی داره رب دارن متوجه هر دویش باشه پس اینکه که ما این کار را در ریشه خون سابو سازیم یکی از راهکارهایش ای بود که ما چشم فرو اندازیم. فواید فرو انداختن چشم چیزهایی بود که برای براتون دوری کردم از فوایدش است فواید زیاد دیگه هم داره که مفسرین شاید در تفسیر قل للمؤمنین عضو من ابصارهم و قل للمؤمنات عضو ابصارهن خیلی تفاصیل در ذکر کرده یک بعضی از او چیزهایی بود که علما ذکر کرده بودن دوم راهکار به خاطر پیشگیری دوم راهکار حالا شاید در ذهن شما سوال ایجاد شود که وقت قلب این مرزی که داخلش وارد میشه بیماری عشق به نام عشق داخل میشه این یک راه کار بود که از ریشکنش کردیم یا خونسایش ساختیم در نطفه راه دوم چی است راه دومی است که قلب قلب خود را سرگرم یک چیز دیگه کن چرا اگر چوکی در یک جای خالی شه یک چیز دیگه می جایش رو میگیره او چوکی را خالی نگذار او کرسی را خالی نگذار هر کرسی که خالی شه یک کسی دیگه می در جو جای می نشینه اول کرسی قلب خود را که به محبت خدا مختص نکنیم باز او کرسی زمانی که خالی شد یک کسی دیگه جایش رو میگیره نگذاریم کجای خالی شو قلب خود سرگرم بسازیم سرگرم محبت با الله متعال محبت با و انسان هایی که با خدا ارتباط دارن محبت با دین پروردگار وقتی که به این وابسته ساختیم باز چیزهای کوچک وابسته نمیشه گاه اوقات و قلب هایی که ضعیف باشه قلب هایی که ضعیف باشه یک آرزوی کوچک را خیلی بزرگ میبینن یک چیزی مادی کوچک را خیلی بزرگ میبینن چون او فقط قلب خود رو به یه چیز کوچک وابسته کرده او کسایی که قلبشان وابسته به خدا باشه چون در درون قلبشان یک محبت خیلی بزرگ نسبت به خدا وجود داره چیزهای کوچک را اصلا احساس نمیکنن که چی او چی است که تو به زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا متاع متاع زندقاني الدنيا قل متاع الدنيا قليل بو تمام خود واسه نهقدر قليل هست خیلی قليل عندك ولي قلب بزرگ را گرفتين به اشياءي عندك عندك وابسته بس مشغول به اي چيزا ساختم كه ما نميتوانيم خود را به الله متعال واسطه بسازيم با الله متعال وصل شو و قلب را پر بسازند غير صورت بس پرش ميسازن وقت كه محبت خدا در قلب جاي گرفت دیگه محبت ها را دیگه دروازهيش بستك آيا امكان داره كه محبت خدا محبت خدا با عشق يوم یا عشق مادی قابل جمع است هرگز <applause> ممكن نیست که در قلب کسی محبت عالی محبوب و تسریهای روی زمین باشد هرگز ممکن نیست ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه در دل درون ما یک قلب وجود داره فقط بخاطر یک ذات هیچ امکان نداره که در قلبت باشه هم تصورات یا تصویرهای انسانهای زمینی یا چیزهای مادی غیر خدا باشه یا موجودات مادی در چشم خود کمین یعنی غیر خدا هر چیزی که باشه امکان نداره که یک جای جمع شود و اگر کسر هم دوست داشته باشه به خاطر می ترین محبوب دوستش می داشته باشه به با او خاطر دوستش می داشته باشه و این مضمون نیست در اسلام که کسر کس دوست داشته باشه اما اگر دوست داشتن جای خدا رو گرفت دوست داشتن نیست یک نوع افراد هست یک نوع خود را فریب دادن در محبت است آیا ما قدر پابند امر الله هستیم که دوست پابند امر دوست خود هستیم آیا به ما اندازه پابند امر خدا هستیم که پابند امر نامزد خود هستیم آیا ما به ما اندازه پابند امر خدا هستیم که پابند امر پدر خود هستیم اگر امر خدا جایگاه اول را داره و حرف اول را میزنه درست است که محبت تو با خدا داره در دا اول قرار داره با دیگه کسا به خاطر خدا محبت هیچ مشکل نداره به اندازه با محب... خدا محبت داره که دیگه مردم رو به خاطر یا ترین محبوب خود دوست داره مثال بگم که شما آزورده خاطر نشین خوشتبه خوب است همین وقت نامزادیم بعضی کسا میگن که خسرو خیلی شیرین می باشه خسرو خیلی شیرین باشه چون وابسته به با دیگه هست چونو دیدار کسی دیگه را میکنه چون او تعامل و رفتار و گفتار با کسی دیگه داره ورنه خود خسرو برخ یک چیز شاید خیلی عادی باشه علی هم علی ما خدا را این مشابهت نمیگم تشبیه نمیکن با محبت خدا علی که ما با خدا محبت داریم که با دوستایش محبت میکنیم به خاطر مثل که ما شما اینجا کنار هم اومدیم یکی سیاه یکی سفید یکی یک رنگ یکی یک زبان صحبت میکنن ولی به خاطر خدای که دوست داریم یک گلاس چای مادر اگر مونده ا فرا من اتخذ الهه هو هوا بذک سو هوای خود را معبود خود قرار دادند هوا و خواهشات خود را او را پرستش میکن پرستش تنها سر خم کردن نیست پرستش تنها سجده کردن نیست پرستش تنها استاد شدن بهشگاه پروردگار تنها اله پرستش گفته نمیشه هر چیزی که به غیر خدا وابسته شده در قلب ما جای گرفت از این چیزهای مادی اون پرستش یزو است یا ای الذین امنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ای مؤمنان شما را مال و اولادتان از ذکر الله غافل نسازه اگر غافل ساخت در حقیقت تو به طرف خسران و زیان خودت روان هستی نباید جای خدا را در قلب ما کسی بگیره دوست داشته باشید مردم پدرتان و مادرتان و رفیقتان و دوستتان اما جای خدا را نگیره به خاطر او برنامه های خدا را ترک نکنه به خاطر او مسیر خدا را ترک نکنه اگر به خاطر او یک روز یک برنامه معقب افتاد در زندگیتان حذف کنه جای خدا را گرفته نباید جای خدا را کسی بگیره و دوست داشتن همراه با فروتنی یا علمه مثل محبت پروردگار دوست داشتن همراه با فروتنی و توازو از ویژگی های بندگی هست بندگی آخرین مرحله محبت هست دقیق استن بندگی آخرین مرحله محبت هست اما کسی که آخرین مرحلهش يعني بآخرين مرحلة رسه ما عبادت محبتش به آخرین مرحله میرسه و بندگی واس میکنه ما بندگی خدا را میکنه و این به این معنا هست که اگر کسی بندگی خدا را میکنه او در آخرین مرحله محبت قرار داره که فقط الله هستن چیزی که الله بخواها از اون برنامه میگیره اولین مرحله محبت از کجا آغاز میشه از علاقه تو معلق هستی به یه چیزه خاطر علاقه میگی معلق و بس آویزان هستی به یک چیز اولین مرحله محبّة علاقه هست که تو نسبت به یک چیز علاقه میشی مرحله بعد شیفت شدن هست و دلباختگی هست در بین اصحاب ما خیلی چیزا رو هاد خانده ودل که انها شیفته و دلباخته بودن فزت و رب الكعبه در وقت مرگ میگفتن قسم بر رب کعبه که مکامیاب شده در وقت مرگ میگفتن انها دلباخته ها هستن شیفته ها هستن که دردها رو احساس نمیکنن درد هم برایشان شیرین هست خانم فتح موسیلی ناخونش قطع شده بود ناخونش قطع شده بود خنده میکرد طرف مردم چرا میخنده؟ مگر می درد رو احساس نمیکرد گفت امی دیدن اجر و پاداش که چقدر اجر و پاداش درد از جانبی که آمده این درد فراموش نشده از جانبی که هست اینها شیفته ها هستن. هستند اینها دلباخته ها هستند مرحله بعدی محبت یا رسیدن به محبت غرام هست و چی معنا؟ غرام در عربی قرضدار رو گفته میشه کس قرضدار باشه گویا با کسی به کسی چسبیده اصلا نمیخواد از او جدا شوه مثل که صاحب قرض پشت قرضدار میت خود چسبیده گرفته که باید پول مرا بپردازه به این مرحله میرسه مرحله غرام میرسه بعد از مرحله دیگه که از مراحل رسیدن به محبت از مراحل شوق هست مرحله شوق یعنی میخواه که به سرعت به سوی محبوب خود حرکت کنه به اندازه شوق داره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدامك اسالك الشوق الى لقائك ما استير سوال مكان في شوق ايه ملاقات ترى در دل ما بينداس خلك صدر صحابه ميت بودن خود رسول الله دعا کرده یک جای شما شاید دادتان دا باشه إيه که الله در مسیر ای دینت مرا زندکو از بین ببر زندکو از بین ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا حدیث بیان بر آمده چرا ای تو میگن؟ به خاطر یزی که اینها امو شوق رفتن به سوی پرادگار خیلی خوش می. امو لحظه رفتن به سوی پرادگار خیلی اینها دوست دارن رسول الله که وقت وفات میکرد ملک الموت به رسول الله میگه که جبرایل انشاءالله کجا رو انتخاب میکنه این دنیا یا کسی دیگه اللهم دعا میکنه که رفیق اعلا این وصل شدن به الله متعال رسیدن به الله متعال و این محبت خیلی زیبا هست کسی که خدا را دوست داشته باشه کسی که خدا را دوست داشته باشه زمین و آسمان انسان را دا دوست داره کسی که پروردگار را دوست داشته باشه و انسان را حت می کسی که پروردگار را دوست داشته باشه انسان در امنیت کامل بسر سر بره کسی که خدا را دوست داشته باشه همیشه میخواد که برنامه از خدا بگیره کسی که خدا را دوست داشته باشه کسی دیگر هم به خاطر خدا دوست می داشته باشه کسی که خدا را دوست داشته باشه به خاطر خدا با کس دشمنی میکنه چون او با خدا دشمنی داره پس این مرحله شوق رسیدن به محبت هست و هر لحظه منتظر ملاقات با پروردگارش می در حدیث قدسی آمده رسول ما صلی اللہ و سلم می روایت کرده الله میگه که یک بنده توسط فرایز به ما خود نزدیک می و بند های با توسط نوافل تا اون حتی به او اندازه که من اونها رو دوست می داشته باشم دقیق متوجه باشه ادامه حدیث چی میگه به اندازه ای که ما دستش میشم که با او دست بگیره. الله میگه به او حد اینها به من از دیک بشه توسط فرایز و نوافل خود که من دستش میشم که توسط دست میگیره من گوشش میشیم که توسط گوش میشنوه من چشمش میشیم که توسط چشم میبینه و ما پاهایش میشیم که توسط پاها را میره و حرکت میکنه و قدم میزنه چی زیبا هست و دست که خدا او دست باشه او چشم باشه او گوش باشه گاهی وقت یک نفر یک کار را انجام میده به اندازه خود خود کار انجام داده نمیتونه اما یک انسان است که دست است به ان... اندازه دست هزارها انسان کار میکنه او دست کدام ویژگی فیزیکی نداره بعضی دیده ها خیلی قوی باشه از دیدن تا دیدن ها بعضی دید, دید خیلی ضعیفه بعضی دید دیده ها به اندازه قوی است که به حد و اندازه هزارها انسان می‌بینه، به او اندازه قوی هست بخو میفهمه که باز از چی خاطر قوی هست ما دستش میشم که با او دست بگیره ما پایش میشم یک ویژه یک گپ که خود ما شما میفهمیم گپ را اما یکی دی چی سر و اسرار هست که الله میگه ما چش می باو چشم میشم که با او چشم میبینه ما گوشش میشم که با او گوش میشنوه ما پایش میشم که با او پاها را میره و ما دستش میشم که با او دست میگیره بعضی دست ها خیلی ایمانی می باشن بعضی چشم خیلی ایمانی می باشن گوش ایمانی میشه و پاها ایمانی میشه فقط در جستجوی رسیدن به خالق قدم میزنه فقط فقط به خاطر رسیدن به پروردگار میگیره فقط به خاطر ملاقات با پروردگار میبینه و فقط به خاطر رسیدن به الله مطال و شوق و محبت که نسبت به خدا داره فقط به خاطر خدا میشنوه شما می لحظه شاید کار داشته باشن حتما یک جای وظیفه داره یا کسی که لایف را میشنوه تو میتونه که می لحظه یک کار دیگر انجام بده دی. اما الله تعالی تو رو انتخاب کرده باید با چشم فقط امیر ببینی امیر بشنو بشنوی به می طرف حرکت بکنی به می طرف بی انتخاب خدا هست دیگه حدیث دیگه آمده رسول ما صلی الله علیه و از الله روایت کرده الله میگه من با بنده خود هستم حدیث ادامه شما آمده لفظ عربیش فراموش شده میگه تا زمانی که لبهای بنده ما به خاطر یاد متکام میخوره من با او هستم تا او زمانی که لبهای بنده ما به خاطر یاد ما تکان میخوره ما با این بنده خود هستم حتی در حدیث میفرما اگر بنده ما را در یک جای یاد کنه نزد یک شخص یاد کنه ما او در یک جمع یاد میکنم اگر در یک جمع کوچک یاد بکنه ما او در یک جمع بزرگ یاد میکنم حدیث قبلی ادامهش فراموشی ما شد به اندازه میگه انسان به محبت خدا میرسه توسط نوافل و فرایض که الله متعال میگه از ما اگر سوال کنه سوالش میپذیرم اگر از ما از یک چیز پناه بخواه و پشت ما او را پنا میده فقط دعا بکنه چی میخواه؟ چی سوال دارم او را اجابت میده پس تو دیگه محبوب خدا میشه خدا تو را دوست میداشته باشه و ای امو همون معیت پروردگار هست که معیت پروردگار در همه این موقعات با تو میباشه در هر موقع الله با تو هست این الله مع الذین تقو مع معیت و وعلمو ان الله مع المتقین معیت خدا نصیب متقیه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا كلا إن معي ربي سيهدين ما ظنك باثنين الله ثالثهما بمعية خدا إنسان ميرسه شون أز محبة خدا أز شوق على قو لقابة بروردقار ودستشتن لقابة بروردقار إنسان بيجاي ميرسه بمحبة خدا هزك إنسان وقتی یک انسان ضعیف با خدا یا ما و تو با خدا ارتباط داریم با او محبت داریم دیگه سختی ها برای انسان آسان میشه از همه چیزها لذت میبره و با تقدیرات پروردگار راضی می باشه در مواقعی که مشکلات و غم بالاش میه خود دیدش دیدی دیگه هست آدرس دیگر میبینه جای دیگر میبینه واسمر فا اینکه بی اعیون نه سبر کتون تو, دزیل دیده دید چشم ما قرار داری و میفهمه که کی مرا میبینه می لحظه این حالتی که من دارم ای دردی که من احساس میکنم پریشانی و غمی که من دارم این مشکلات خانوادگی و اقتصادی و فامیلی که من دارم یک کسی هست که من حالت را نظاره است یک کسی هست که از کسی که با ما خیانت کرده با ما جفا کرده بالای من مهربان تر از است یک کسی در کنار من قرار داره که از مادر و پدر و اولاد و فرزند و دوست و رفیق و هر کسی نزدیکتر که به نزدیک باشه از او کرده به من نزدیکتر است و مرا دوست داره و الله است و آخرین مراحل محبت بندگی خدا است کسی که بندگی خدا رو میکنه و خدا رو دوست داره و از مرحله علاقه و شوق گپا گذشته به مرحله رسیده که سر خود به پیشگاه خدا خم میکنه که سخت دوست دارم بینهایت دوستت دوست دارم عبادت خود را میکنه ملاقات با پروردگار خود طولانی میکنه می همیشه غم و همش خوردنش نوشیدنش رفتنش فقط دید خدا هست چی گونه ما به خدا برسون اللهم انا نسالک رضاک والجنه ونعوذ بک من سخطک والنار ای الله ما رضای تو رو دوست دارم فقط تو از ما راضی باشی فقط تو از ما راضی باشی ما دیگه نمیخوام کی از ما راضی است کی از من ناراض هست فقط الله از ما راضی باشه و آخرین مرحله محبت امی بندگی خدا هست که انسان به بندگی خدا برسه و بنده خوب خدا باشه این بندگی خدا چیز عادی نیست یک چیز عادی باشه که بندگی چی خواد بوده اگر یک گوی بنده من از عرش خنده ای من الله متعال كرسول الله ربما ميخا سبحان الذي اسرى بعبده توسط عبد وعب وكلمه عبد بند والخطاب او مرحله را ببین سفر را ببین ملاقات کی با کی قرار داره با کی ملاقات میکنه مرحله عبودیت مرحله بندگی است جایی که از کتاب خدا یاد میشه قرآن بزرگترین کتاب ان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا اگر دي کتابی که شما شک دارین شاك شاك در او چیزی که ما نازل کردیم شک شک دارن بالای بنده خود بنده نازل کردیم در حدیث شفاعت می شفاعت یک مرحله خیلی بزرگی هست در صحرای محشر مرحله شفاعت در رسول الله رو میگن در مورد رسول الله آمده الله میگه که دیگه هست انبیا میگه اذهبوا الى محمد برن به طرف محمد عبد غفر الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر و یک بنده است که گناه های ماقبل و ما بعدش شفاعت شده بخشیده شده در محلی که به طرف معراج میره ميرا. سفر معراج است ملاقات با پروردگار است کلمه عبد جایی که در مورد قران صحبت میشه که بالای پیامبر نازل شده کلمه عبد جایی که مرحله شفاعت است کلمه عبد عبودیت و بندگی و او تو ذات معبود را پرستش کردن إن نهاية محبت و علاقه و عشق و شوق یک انسان را نسبت به خدا نشان میده البته نسبت به خدا باید محبت استفاده شوه چون کلمه عشق خیلی جاها در جاهای دیگه استفاده میشه خوب نیست استفاده شده اون موقع محبت استفاده شو خوب تر هست ولی اگر کدام کسی گاهی اوقات استفاده کرد فکرش نبود بس کافر نگویه میشه خدا ما شما رو به جای برسنه که هم دوست خدا شیم هم خدا رو دوست داشته باشیم هم خدا ما رو دوست داشته باشه رسول الله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك محبتي خذت رب ما نسيبك وهي خدا نسيب شدن خلو سهل, سهل, سهل. كي محبتي محبة خدا دا قلب شبوش كسي محبة خدا دا قلب شبوش وخلق ديها خدا نسيب موش مو بقردنه تمام محبت خدا را در قلب خود احساس بکنیم و گاهی اوقات احساس میشه که کسی احساس برسه به خدا به محبت خدا برسه بازور احساس کرده میتونه باز لذت میبره از عبادت خود باز خسته نمیشه از عبادت از شنیدن سخنای یار باز خسته نمیشه باز همیشه میخواد با یار و با محبوب باشه از ملاقات با او از بودن با او از چیزی غمی که از جانب او به میرسه باز تمامش خوشحال راضی هست هیچ غم نداره

و به یک کسی وابسته بسازه که او حالهترین محبوب هست و بعد از ای در قدم دوم ما ره به ای توفیق نصیب بکنه که با غیر خدا هر چیزی که هست بهخاطر خدا محبت داشته باشم بخاطر خدا دشمنی بکنم ای راه حل هست و ای راه رسیدن به خدا هست ار حق فته باشم از جانب الله و رسل الله ص اههوسم بوده ار نا حق فته باشم صم شیطان بوده اشتباهي اللفظي خطاي گفتاري و علمي را با بزرگواريتان عفو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.